همکارم بردیا افشین اینجا در استودیو همراه من تا درباره همین خبرها گفتگوی داشته باشیم اول از همه از این طرح کانادا برای مقابله با بازداشت های خودسرانه بازداشت های خودسرانه صحبت کنیم چی میدونیم بردیا بیشتر از این تر از اون چیزی که در این خبر باشیم. این اقدام در واقع یک اقدام نمادینه و اون اعلامیه یا قصنامه صادر شده که زمانت اجرایی نداره اما اقدام نمادین بسیار بسیار مهمیه و پیام روشن است مشخصا برای چهار کشور ایران، روسیه، کره شمالی و چین میدونیم که بازداشت های خودسرانه برخلاف ماده نه اعلامیه جهانی حقوق بشره ولی در سالهای اخیر هم چین، هم روسیه و همینطور ایران به صورت فضاینده شهروندان دوتابیتی رو دستگیر کردند که از توی کشورهای دیگه به عنوان بازداشت های خودسرانه خونده شده و جامعه بین المللی نتونسته جلوی اونها وایسته وزیر امور خارجه پیشین کانادا که در واقع کسی که یک سالی در پی شکل دادن این اجماع این اعتلاف بوده آقای فرانسوا فلیپ شامپه میگه که ما میخواستیم که صدای افرادی که دستگیر میشن خاموش نشه و بدونیم که در واقع حامی اونهایی این. و این احتمالا میخواد یه چرخی رو در جامعه بین الملل بگردن که فشارها رو بیشتر بکنن البته باید گفتش که کانادا این کار رو به خاطر این کرد که دو شهروندش در چین الان دستگیر شدن و اونها اون رو اقدام خود سرانه می و چین واکنش نشونده واکنشش بسیار تند بوده به این اعتلاف گفته که این یک تبلیغات سیاسی قرز ورزان است علیه چین اما ما نمیدونیم همونجوری که خودت گفتی که چه کشورهایی در این ائتلاف 58 تایی حضور دارن ایالات متحده از اون حمایت کرده اتحادیه اروپا حمایت کرده و بریتانیا که برای سالهای گذشته شاهدش بودیم که شهروندان ایرانی بریتانیایی رو پیگیر این قضیه بوده که بتونه از بند بازداشتهایی که خود سران خونده میشه از جمهوری اسلامی اونها رو آزاد کنه در خبرها بود که دومینیک راپ هم در همین رابطه صحبت کرد اگر به صحبتهای اون برگردیم آیا واقعا دولت بریتانیا همه تلاشهاش رو بردی یا برای آزادی دو تابعیتیا کرده خب مطمئنا آقای دومینیک راپ میگه که همه تلاشاشون رو میکنیم و ادامه میدیم اما مخالفین یک چیز دیگه میگن حزب عمده مخالف افکار عمومی چیز دیگه ای میگه و همینطور خانواده های که در پی اینن که در واقع عزیزانشون رو آزاد کنند مثلا ما شاهد این بودیم که آقای ریچارد راتکلیف که همسرش نازنین زاغری در زندان های جمهوری اسلامی ایران و این بهار پنجمین سالش خواهد شد و بنا بوده بعد از پنج سال آزاد بشه اواسط بهمن ماه بود گفته بودش که پیغام های تهدیدآمیز از جمهوری اسلامی ایران گرفته که این البته شگفت برای هیچ کسی نیست اما اون چیزی که ناراحتش کرده بود این بود که دولت بریتانیا به او گفته بوده که این علنیش نکنه این پیام های آمیز رو که ممکنه در واقع برای او تبعاتی داشته باشه در حالی که ریچارد راتکلیف این رو سیاست های مافیایی جمهوری اسلامی خونده ها خانواده ها بارها بارها, بارها به دولت بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا سالهای گذشته اسهار کردند که سیاست انتظار رو در پیش نگیرن در قبال ایران چون که به عقیده اونها ایران اهل بدبستونه و باید به ایران فشار بیارن اما به نظر تلاشی که اونها کردند، فشاری که دولت بریتانیا آورده فعلا به نتیجه نرسیده و خانواده‌ها و همینطور افکار عمومی خیلی راضی نیستند همین رو از تو بردی و افشین همکارم اینجا در استودیو با من همراه بودیم